مستلزم گفتار بسیار عمیق است. همونطور که در ابتدا هم به اصطلاح مشخص کردین، من میخوام اول به حق اعتراض بپردازم. گو اینکه حق حیات بر همه چیز ارجحیت داره، اما چرا میخوام به حق اعتراض بپردازم و بعد به حق حیات و حق امنیت؟ به این دلیل که این دوتا حق دیگر، یعنی در حقیقت حق حیات و حق امنیت، زمانی به خطر میفته که فردی نسبت به معذرت میخوام شرایط موجود اعتراض میکنه، و اونجا هست که متاسفانه در بعضی از حکومت ها که توتالیتر هستند، تمامیت خواه هستند، دیکتاتور هستند، این حقوق رو به خطر میندازند. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اعتراض، حق حیات، حق امنیت، اینها همه حقوقی هستند که به گردن دولت ها هستند. یعنی دولت ها موظف هستند که شهروندان رو این حقوق رو که برای هر شهروندی، برای هر انسانی هست، اصلا حتی اگر شهروند اون کشور هم نباشید، حق هر انسانی هست و بالاترین حقوق هستند که بایستی حکومت ها، دولت ها اینها رو مد نظر داشته باشند و رعایت بکنند. وقتی پس از جنگ جهانی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود اومد، در حقیقت به این دلیل بود که امنیت مردم، امنیت ملت ها حفظ بشه و نیازی نباشه وقتی که یک دیکتاتوری سر کار هست برای به اصطلاح به پایین کشوندن اون دیکتاتور، مردم دست به اعتراضات حالا یا خشونتبار بزنن یا اینکه جانشون به خطر بیفته. و تمام اون اعلامیه سیمادهی که تصویب شد برای ملزم کردن حکومت ها به رعایت حقوق انسان ها هست، چون قدرت دست حکومت ها هست. اما ما میبینیم که متاسفانه وقتی که قدرت دست افراد ناشایست میفته، از قدرت خودشون سوء استفاده میکنن و مردم تبدیل میشن به ابزاری برای حکومت ها تا بتونن بیشتر پایه های حکومتی خودشون رو محکم بکنن و از طریق ظلم به مردم، از طریق گرفتن حق اعتراضات اونها، خفه کردن صدای اونها، هر حق دیگری رو میگیرن. مثلا فرض کنید که ما کمپین لگام رو داریم، لغو گام به گام اعدام، و ما میبینیم که لغو گام به گام اعدام حتی از به وسیله مسئولین جمهوری اسلامی در ایران به رسمیت شناخته نمیشه و اعضای اون بازداشت میشن، سرکوب میشن، جلوی فعالیتشون گرفته میشه. چرا؟ چون اینجا حق اعتراض، در حقیقت ما داریم از حق حیات دفاع میکنیم، اما به ما حق اعتراض داده نمیشه تا بتونیم از اون حق حیات، حق زندگی دفاع بکنیم. این حقوق در حقیقت تفکیک ناپذیر هستند و همونطور که میدونید اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت یک جنبه جهان شمولی داره و هیچ کس هم نمیتونه، یعنی غیر قابل سلب هستن، نمیتونه این حقوق رو از هیچ انسانی سلب بکنه. اما وقتی ما میگیم غیر قابل سلب شدن، این به معنای در حقیقت در نفس خودش هست، اما ما میبینیم این سلب میشه. ما میگیم این حقوق رو نمیشه کسی از انسان ها سلب کنه. در حقیقت ما میتونیم بگیم که حق نداره که این حقوق رو سلب بکنه. و خب ولی میبینیم که در خیلی جاها سلب شده. همین الان امروز ما میبینیم در کف خیابان حتی بچه های خردسال، دختر 7 ساله، حیات دختر 7 ساله ازش گرفته میشه، گلوله بهش شلیک میشه و کشته میشه.
حقوق در حقیقت حقوق بشر تبعیض ناپذیر هستن، یعنی در حقیقت در اونجا برابری نهفته است. حق نداره که کسی تبعیض قائل بشه بین شهروندا، اما ما میبینیم که تبعیض قائل شده میشه، مثلا در مورد زنان که نیمی از جمعیت جهان رو تشکیل میدن. حالا ما برگردیم باز به جامعه خودمون ایران و جوامع شبیه ایران، مثلا جامعه افغانستان، مثل جامعه عراق، مثل عربستان سعودی و بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهایی که تحت حکومت‌های اسلامی زندگی میکنن، چون طبق قوانین شریعت هست که میتونن حق حیات رو بگیرن، میتونن دست قطع کنن، پا قطع کنن، انگشت قطع کنن، گردن بزنن، متاسفانه علارغم اینکه بسیاری از این کشورها اعلامیه جهانی، میتونیم بگیم همه این کشورها اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کردن، اما پایبند به اجرای اون نیستن و میبینیم که در عربستان دست قطع میشه، گردن زده میشه، در ایران همینطور بدتر و در کلن وقتی شما نگاه میکنید میبینید که گروهی به نام داعش یا به نام بوکو حرام در آفریقا و یا گروه طالبان، انواع حزب الله، تمام این گروه های مختلف اسلامی که به وجود اومدن، شما نگاه میکنید میبینید که به راحتی یک نفر رو میاره در جلوی دوربین قرار میده و با شمشیر گردنش رو میزنه و عبایی نداره از نشان دادن این سطح از خشونت و گرفتن حق حیات. خب حالا این مسئله رو من همطور که عرض کردم، مسئله حق اعتراض رو که گفتم، دیدیم که چگونه این گرفتن حق اعتراض در حقیقت سبب میشه که ما نتونیم به اون دوتا حق دیگمون برسیم، یعنی حق حیاتمون و حق امنیت. یعنی وقتی که من نتونم حق اعتراض داشته باشم، در حقیقت حق امنیت هم ندارم، حق امنیت من هم ازم گرفته میشه. شما نگاه کنید ببینید نوید افکاری رو میبرن اعدام میکنن، حق حیات ازش گرفته میشه، کشته میشه. چرا کشته میشه؟ چون اعتراض کرد. در سال 1367 که 1988 میلادی میشه، 5000 نفر، 5000 زندانی سیاسی رو در سرتاسر ایران پشت درهای بسته در بیخبری مطلق اعدام میکنن و اونجا هیچ صدای اعتراضی بلند نمیشه که به چه حقی 5000 انسان حق حیات ازشون گرفته شد. جامعه سکوت میکنه، جامعه در سکوت مطلق فرو میره. چرا؟ چون که اینجا در حقیقت اون حقی که انسان‌ها باید بتونن در امنیت حرفشون رو بزنن، بدون ترس و بدون وحشت بیان حرفشون رو بزنن، از افراد اون جامعه گرفته شده. و اینجا هست که ما می‌بینیم اینها مثل در حقیقت حلقه‌های زنجیر در هم تنیده هستن. وقتی شما این یکی رو ندارید، اون یکی هم زد گرفته میشه. این مثلث که خیلی هر کس این عنوان صحبت رو گذاشته، خیلی هوشمندانه انتخاب کرده و در حقیقت این سر از یک مثلث هستن که میتونه با تأمین اینها ما بگیم در یک جامعه دموکراسی برقرار میشه. وقتی شما حق اعتراض داشته باشید، میتونید به نابرابری حقوق زن و مرد اعتراض بکنید، میتونید بگید که چرا بایستی قوانین تبعیض آمیز در جامعه وجود داشته باشه، چرا فقر وجود داشته باشه. و این هست که ما در پرداختن به این سه تا حق اساسی هر انسانی، ببینید من از کلمه انسان به جای شهروند استفاده میکنم، چون شما الان مثلا در ایران ما خب افغانستانی هایی هستن که حقوق شهروندی اونجا کسب نکردن، شهروند نیستن، بهشون به اصطلاح حق شهروندی ندادن، ولی اونجا دارن زندگی میکنن. همینطور در اروپا عده زیادی هستن که شهروند اونجا نیستن، حالا به صورت اقامت موقت دارن یا هر چیز، ولی این هست که من از حق انسان، یعنی توضیح میدم که چرا من از واژه حق انسان به جای حق شهروند استفاده میکنم که این مسئله روشن بشه. یعنی میخوام بگم اینها در حقیقت اون چی که میگیم
جز حقوق طبیعی هر انسانی باید باشن و اینکه ما بتونیم در امنیت کامل حرفمون رو بزنیم، اعتراضمون رو بکنیم، بدونی که جان ما در خطر میفته. و اما من علاوه بر این سه موردی که اینجا شما مطرح کردید، من میخوام یک مطلب دیگه رو هم اضافه بکنم و اون هم اینه که وقتی حق حیات من در خطر میفته من چیکار میتونم بکنم. یه وقت هست من به عنوان زندانی هستم، بازداشت هستم و هیچ کاری از دست من بر نمیاد، طناب داد و اسلحه دست طرف مقابل من هست، دست حکومت هست و نمیتونم از خودم دفاع بکنم. اما یک زمانی هست که من در یک جایی هستم و حق حیات من به خطر میفته. این سوالی است که امروزه بسیار بسیار مطرح هست، حق دفاع مشروع. چون خیلی این مربوط به سخنرانی امروز من نیست و قاعدتا من باید به همین سه تا موردی که شما گفتید اشاره بکنم، اما چون این مسئله حق دفاع مربوط میشه به یک جوری به حق حیات ارتباط پیدا میکنه، من میخوام اینجا به این مسئله هم کوتاه بپردازم. مثلا فرض کنیم یک زندانی که میدونه جونش در خطر هست و ممکنه اعدامش بکنن، این حق زندانی است که اگر میتونه از زندان فرار کنه. در سال 67 این اتفاق افتاد که تعداد البته خیلی کمی تونستن جان سالم به در ببرن و فرار بکنن بدون اینکه حین فرار کشته بشن. یک نمونهش در دسفول سال 67 اتفاق افتاد، وقتی که افرادی رو داشتن میبردن برای اعدام، با مینیبوس میبردن، یکی از اونها تونست فرار بکنه و خوشبختانه زنده موند و هنوز زنده است. و خب این در حقیقت تونست جون خودش رو نجات بده و از حق دفاع، از حق حیات خودش دفاع بکنه. پس این یک حالت هست که حتی در اون زمان هم شما میتونید حق دارید، یعنی کسی نمیتونه بگه این در حین فرار چون داشت فرار میکرد من کشتمش. این حق شماست که فرار میکنه. در رابطه با این که اگر در داره یک نفر به شما، به طرف شما تیراندازی میکنه، اگر شما بتونید که مقابل در مقابل او یعنی کاری بکنید که نتونه اون زودتر به شما شلیک بکنه، این حق شماست. اما این صحبت من معناش این نیست که ما شروع کننده خشونت باشیم. هیچگاه من شروع خشونت رو تجویز نمی کنم، اما به نظر من این حق هر انسانی هست که از حق دفاع خودش، حق حیات خودش دفاع بکنه. به هر به اصطلاح متناسب با توانش بتونه از حق حیات خودش دفاع بکنه. من نمیدونم چقدر وقت داشتم که صحبت بکنم، فکر میکنم 15 دقیقه صحبت کردم. اگر اجازه بدین دوستان اگر سوالاتی دارن مطرح بکنم و بعد من بعد از اون اگر موردی مونده بود که باید توضیح بدم خدمتون عرض کنم. سپاسگزارم از وقتی که دادید و به صحبت‌های من گوش دادید. خیلی ممنونم از شما. بله، دوستان رو داریم که میشنویم از شما. آقای منیری اول ازشون بانک کردن یا آقای شایگان؟ ما متوجه نشدم. متاسفانه من تصویر دوستان رو نمی‌بینم چون با گوشیم دارم صحبت می‌کنم. آره، مشکلی نیست. اینجا همه دوستیم با هم. اول آقای منیری صحبت بکنن، بعد آقای شایگان رو میشنویم. بفهمید جواب بدید. مرسی، ممنون. سلام خانم مقدم، از ادب. درود بر شما. می‌خواستم یه سوال بپرسم. شما راجع به حق اعتراض یه مطلبی رو بیان فرمودید. می‌خواستم بپرسم حالا توی جوامع غیر دموکراتیک اصلا کلاً این حق اعتراض معنی داره؟ اصلا چه جایگاهی داره توی جامعه غیر دموکراتیک و جایی که اپوزیسیونی وجود نداشته باشه، اصلا کلن این اعتراض قراره به کجا ختم بشه؟ اون در ابتدا شما راجع به حق اعتراض صحبت میکردید. مرسی، ممنون. سپاس از سوالتون. ببینید،
یک ضرب المثل معروفی است که همیشه میگیم که حق دادنی نیست، حق گرفتنیه. جای هر کجا که میبینی حقتون گرفته میشه، این به صورت طبیعی حق شماست. حکومت ها، دولت ها، دولت هایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کردن، این یک قرارداد، یک معاهده بین به اصطلاح طرفین هست، موظف به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. هر حکومتی که اون رعایت نکنه در حقیقت زیر این امضای خودش زده، اون هست که نقض عهد کرده، تعهد خودش رو زیر پا گذاشته، به تعهد خودش احترام نذاشته. این حق محفوظه. در جایی که میبینید گرفته میشه باید در مقابل گرفتنش بیست. بله، ما میبینیم که 43 سال حکومت تمامیت خواه تا توتالیتر سر کار هست در ایران، اما یک عده دست از اعتراض بر نداشتن، اعتراض میکنن. یه وقت هست شما اعتراضتون فردی هست، یه وقت هست اعتراضتون گروهی هست در یه گروه کوچک، یه وقت هست مثل امروز میبینید فراگیر میشه، سراسری میشه، از مرزهای جغرافیایی فراتر میره. الان شما نگاه کنید، دونید شنبه 22 اکتبر در برلین همین الان طبق خبرهایی که میرسه میگن حدود 50,000 نفر وارد برلین شدن. خب اینها در حقیقت دارن اعتراض میکنن، مردم ایران هم اصلا دارن اعتراض میکنن. حالا از لحاظ جغرافیایی در امروز در آلمان هم، دیروز در تورنتو بودن، پس فردا در فلان شهر هستن. در داخل ایران هم ما ببینیم مردم دارن اعتراض میکنن، 43 سال دارن اعتراض میکنن. این مسئله که ما فکر کنیم در حکومت‌های توتالیتر این حق داده نمیشه یا اپوزیسیونی نداریم، ما اپوزیسیون داریم، همیشه اپوزیسیون داشت ایران. اتفاقا من میخوام بگم برخلاف اون چیزی، ممکنه ما بگیم اپوزیسیون منسجم نداشتیم، ولی اپوزیسیون داشتیم. حتی من با این که بگیم اپوزیسیون منسجم نداشتیم که خودم الان دارم میگم هم موافق نیستم، برای که در برهه‌های اپوزیسیون منسجم شده. شما نگاه کنید ببینید سال 2002 بود اگه اشتباه نکنم، یا 2002 یا 2003، در آلمان اتحاد جمهوری خواهان شکل گرفت. 1500 نفر از اپوزیسیون در سراسر کشور اومدن جمع شدن در برلین و اتحاد جمهوری خواهان رو تشکیل دادن. من کار ندارم که سرنوشتش به کجا کشید، اما این مسئله اتفاق افتاد که تونستن 1500 نفر از سراسر از کشورهای مختلف بیان جمع بشن در اونجا و با هم اتحاد جمهوری خواهان رو تشکیل بدن. یکی از مشکلات این هست که این یک عده میخوان هژمونی یک جریانی رو به دست بگیرن. اینه که اون چیزی که مد نظر شماست که مثلا یک اپوزیسیونی باشه که بیاد و همگی با هم به صورت یک ارگانیزیشن کار بکنن، این شکل نمیگیره، که البته به نظر من طبیعیه. شما ببینید در همه کشورها این هست، فقط این خاص ایران نیست، برای که افکار و عقاید مختلفی وجود داره. ما یکی از کارهایی که میشه در مورد ایران انجام داد، اپوزیسیون تشکیل ائتلاف بکنن، یعنی ائتلاف تشکیل بدن، بیان با هم یک کوالیشن ایجاد بکنن با افکار مختلفشون. الان داره همین مسئله شکل گرفته. همین که امروز ما میبینیم فراخانی داده میشه و در آلمان از کشورهای مختلف همه اتوبوس میگیرن که برن اونجا، مردم ایرانی های برلین درهای خونهشون رو باز میکنن، میگن هتل نریم، بیاین اینجا همه با هم باشیم. این نشون میده که این همبستگی داره شکل میگیره. منتهی مراتب بایستی در حقیقت یک شرایطی فراهم بشه تا این مردم به هم نزدیک بشن. شما خیال میکنید ما سال 57 که انقلاب افتاد ما اپوزیسیون منسجمی داشتیم؟ نه خیلی نداشتیم. اون چی که اتفاق افتاد سال 57 این بود که آقای خمینی به وسیله غرب به شدت پشتیبانی شد، همه گونه امکانات پیشرفته اون دوران از لحاظ ارتباطات جمعی در اختیار آقای خمینی قرار گرفت و بعد با اون امکاناتی که در اختیارش گذاشته شد تونست به قول معروف یک پایگاه و جایگاهی برای خودش پیدا بکنه با
به قول معروف بزرگ کردنش با تبلیغاتی که پیرامونش ایجاد کردن و اینکه مردمی که خیلی تفکرات متفاوت داشتن حتی نقطه مقابل هم بودن از این مسئله حمایت کردن و خوب انقلاب 57 اتفاق افتاد. ببخشید سوالتون چون مثلا یک سوالی بود که لازم بود بهش توضیح داده بشه، من مخصوصا سعی کردم قسمت اول صحبتم رو کوتاه، البته 15 دقیقه وقت عزیزان رو گرفتم صحبت کردم، ولی چون میدونم سوالات شما مسئله رو بهتر باز میکنه ترجیح میدم که به سوالات عزیزان پاسخ گفته بشه. ممنونم، امیدوارم پاسختون رو گرفته باشه. ممنون از شما، هیچ مشکلی نیست خانم مقدم. به لحاظ زمان بفرمایید آقای سیدان. درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران. خوشحالم که خانم مقدم بازم از حضور شما بهره‌مند هستیم. خواهش. من البته سوالی که میخواستم بپرسم آقای منیری پیش دستی کردم و پرسیدم این سوال رو و شما به خوبی و کامل جواب دادی. حالا من سوالمو تغییر دادم. یه تفاوتی هست بین اعتراض، یعنی اعتراض شما کامل توضیح دادی که من مثلا از یه موضوعی نارضایتی دارم و نسبت به اون اعتراض میکنم. مثلا یک مثال رو خواهم بزنم، کشاورزان اصفهانی سال گذشته به خاطر مسئله آب اعتراض کردن و سریعا هم به خشونت کشته شد، یعنی از سوی نیروهای امنیتی سریعا به خشونت کشته شد. این طفلکان که خب هیچی نداشتن برای دفاع از خودشون. شما در مورد دفاع از خودم صحبت کردید. خب ما شاهدیم که تو جمهوری اسلامی از تو این 44 سال انواع و اقسام اعتراضا توسط مردم صورت گرفته و انواع و اقسام خشونت ها و سرکوب ها توسط رژیم هم صورت گرفته. حالا به گفته شما یک تعدادی رو اعدام کردن، کسی نیومد اعتراض کنه. از اون سمت برای خانم ها همون سال فکر می‌کنم 58 بود که اومدن حجاب رو اجباری کردن و بسیاری از خانم ها اومدن اعتراض کردن تو خیابون ها و اونا هم به شدت سرکوب شدن و اینا. خب اون بحث هم داشتیم دیگه ما، یعنی اعتراض بوده ولی خب به شدت سرکوب شده. حالا تو این اعتراض، تو این جنبش اخیر دیگه، البته اسمش اعتراض است، یکی دو روز اول شاید اعتراض بر پایه حذف حجاب اجباری یا گشت ارشاد و غیره بود، ولی به سرعت این اعتراض تبدیل به یک خیزش و یک جنبش عمومی شد. یعنی شعارها به سمتی رفتش که کلیت سیستم جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. حالا من میخوام ببینم مرز اعتراض و جنبش چقدر میتونه به هم نزدیک باشه. ما الان باید مثلا بگیم که آقا اعتراضات مردمی، یا باید بگیم خیزش یا جنبش مردمی، یا چی باید بگیم اسم اینو صدا بزنیم؟ ممنونم. خواهش. خب شما هم سوال بسیار جالبی است. اولی که ضمن صحبتتون در مورد حجاب اجباری خدمتتون عرض بکنم که اعتراضاتی که به حجاب اجباری شد سال 57 درست دو هفته یا یکم بیشتر، کمتر از 3 هفته از انقلاب گذشته بود که خمینی طی یک سخنرانی که در مدرسه فیضیه بون کرد اعلام کردش که زنان نباید لخبه ادارات برن و باید با حجاب. و این مسئله باعث شد که 8 مارس 17 اسفند 1357 اسفند 1357 کسانی که مخالف حجاب بودند که تعداد هم خیلی زیاد بود، حالا بعضی ها میگن 20,000 نفر تا 50,000 نفر در اون اعتراضات شرکت کردند. که خب من در اون اعتراضات خودم بودم، یک اعتراضات نبود، چندین تا بود، دانشگاه تهران بود، در دادگستری بود، جلوی رادیو تلویزیون بود که اون موقع آقای قطب‌زاده مسئولیتش رو داشت و خلاصه این که در جاهای مختلف این اعتراضات در تهران شد، در شهرستان‌ها هم در اصفهان، رشت، اهواز، خدمت شما بگم
در مشهد در چندین شهر ایران به مسئله حجاب اجباری همون موقع زنانی که پیشرو بودن اعتراض کرد. اون اعتراض بود، جنبش نه، اعتراض بود. ما اومدیم اعتراض کردیم، انقلابی شده بود و شعار ما هم این بود که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، نه روسری نه توسری. اینا شعارهایی بود اون زمان ما میدادیم و من اون موقع دوره به اصطلاح تینیجری متازه تموم کرده بودم. اما مسئله وقتی که اعتراضات، شما مثلا میتونید همونطوری که خودتون فرمودید مثل جریان اصفهان باشه، ولی یه وقتی هست این اعتراضات سراسری میشه، یعنی دیگه از اون به اصطلاح حالت محلیش منطقه‌ایش عبور میکنه و چیزی که الان میبینیم، امروز میبینیم. واژه هایی که در جامعه شناسی هست مثل خیزش، مثل اعتراض، مثل انقلاب، اینها تعریف های متفاوت دارن، اما یک جایی هم جنبش، اما یک جایی هم اینها اینقدر مرزهاشون به هم نزدیکه که یک مقداری تشخیصشون هم حتی دشوار میشه. مثل امروز که مثلا بعضی ها میگن که این انقلاب در ایران اتفاق افتاده، بعضی ها اسمش خیزش میذارن، بعضی ها جنبش میذارن. ببینید جنبش با خیزش فرقش اینه که جنبش میتونه طولانی، عمر طولانی داشته باشه، مثل جنبش زنان. میگیم ما جنبش زنان، ببخشید ممکنه یکم حرفم طولانی بشه، من همش استراب زمان رو دارم، اصلا مشکلی نیست خانم آقادم، بفهمید. بله خسته نمیشید که من چون دوست دارم عمیق، یکم عمیق بشین توش. مثلا جنبش زنان ما میگیم که بیش از 120 سال عمر داره، یعنی این یک تداومی توش هست این جنبش. البته همه جنبش ها اینجوری نیستن، یه جنبش هم ممکنه مثلا تا مدت باشه. و ما میبینیم که این جنبش زنان چون این حقوقی که از زنان گرفته شده یکی و دوتا که نبوده، هی در هر مرحله ای یه بخشی از حقوقشو به دست آورده. مثلا یک زمانی جنبش مدرسه سازی که بخشی از جنبش زنان بود شکل میگیره و اینقدر مقاومت میشه تا بالاخره زنان حق آموزش کسب میکنن. ما میبینیم، میدونیم که یکی از موانع اصلی در برابر آموزش زنان روحانیت بود و اسلام بود. دوستانی که جنبش مدرسه سازی رو روش مطالعه کردن میدونن که وقتی که اولین مدرسه ساخته شد، روحانیت اطلاعیه شبنامه پخش کردن که سواد آموزی زنان مغایر با آموزه های اسلام هست و باید جلوی این گرفته بشه. اما این جنبش ادامه پیدا کرد تا رسید به جایی که یک جنبش نامرئی ورود به دانشگاه ها شکل گرفت، به طوری که زنان تونستن بیش از 65% از کرسی های دانشگاه رو به خودشون اختصاص دادن. جنبش 1,000,000 امضا که بخشی از جنبش زنان هست، ما میبینیم سال 1385 شکل میگیره و همینطور این جنبش زنان ادامه داره. خب اما در مورد خیزش یک به اصطلاح در یک مقطع زمانی اتفاق میفته. حالا این خیزش ممکنه سرکوب بشه، ممکنه به نتیجه برسه، ولی معمولا در خیزش ها یک نوع هیجانات هست و ممکنم هست که با خشونت همراه باشه. در خیزش ها اعتراضات مختلفی ممکنه جمع بشن، یعنی شما ممکنه به فرض کنیم مثلا زنان ممکنه به حجاب اجباری معترض باشن،
مثلا LGBT ها به یه چیز دیگه، و یهو در مقابل یک قدرت بزرگی بزرگتری که حالا الان ما در مورد جمهوری اسلامی میگیم، جمهوری اسلامی بلند شن، و بعد این ممکنه این سرکوب بشه، ممکن هم هست به انقلاب منجر بشه، یعنی زمانی که بشه به اصطلاح بشه از این نیرو استفاده کرد و به ثمر رسوند و انقلاب بشه، که موقع در حقیقت انقلاب یک گام جلوتر هست. یعنی الان ما اون چی که در ایران داره اتفاق میفته، من یکی به عنوان جامعه شناس اسمش رو انقلاب نمیذارم، اما شرایط انقلابی هست. یعنی الان در یک مرحله گذار هستیم که اگر مردم بتونن مقاومت بکنن، اگر مردم بتونن خیابانها رو ترک نکنن، اگر که این اعتراضهای سراسری که وجود داره تبدیل بشه به اعتصاب، به اعتصابات سراسری تبدیل بشه، ببخشید این امروز اینجا برای نظافت مدد صدای این جاروبرقی در اومد و نمیدونم بله. و در حال ایشون رشته افکار ما رو پاره کرد. داشتم این عرض میکردم که این به اعتصابات، این رو داشتم گفتم که به اعتصابات منجر بشه، یعنی این اعتراضات حتما باید اعتصابات وصل بشه که این اعتصاب مجموعه اینها بتونه ایجاد انقلاب بکنه، یعنی یک تغییر بنیادی رو در جامعه ایجاد بکنه. من اگر اجازه بدید من میکروفونم رو قطع کنم برم ببینم آیا جای خلوتی پیدا میکنم یا نه. مشکلی نیست. درود میگم جناب آقای رایی، آقای شفایی، خیلی خوش آمدید در جلسه. در صورتی که مایل بودین حتما نقطه نظرهای شما رو هم میشنویم حال محور موضوع جلسه. دوستان اگر سوالی هست هر طور صبر میکنیم که خانم مقدم بفرمایید. جناب علی بودرود به شما دوستان گرامی، تا ایشون خودشون آماده کنن من چند کلمه صحبت میکنم که ایشون هم یه نفسی هم تازه بکنن. در مورد اعتصابات عمومی داشتن ایشون صحبت میکردن، توجه شما رو جلب میکنم به آقای صحبتی که دیروز روی بی بی سی آقای یروان آبانیسیان داشتن دیشب. ایشون جنبش رو حدود 10-12 دقیقه بررسی کرده، توصیه میکنم گوش کنید چون ایشون از نگاه تاریخی نگاه کرد. ایشون نظرش این هستش که جنبش فعلی در حد اوائل سال 56 هستش، یعنی حدود یک سال و نیم با پیروزی فاصله داره. دلایلی که می آوردن اینه که در اون موقع اعتصابات، همینطوری که سخنران خانم مقدم مثل که اسمشون هست اشاره فرمودن، اعتصابات لازم سراسری بشه. سال 57 شد بازار و صنعت اعتصاب کردن، ولی در حال حاضر ایشون میگه با اینکه اعتصابات هست اما سرتاسری نیست. و به عنوان مثال کارگرای پیمانی شرکت نفت اعتصاب کردن، اما کارگرای استخدام خود شرکت نفت اعتصاب نکردن و در واقع منبع درآمد اصلی خودش رژیم نگه داشته. از جهت دیگه صنایع که زیر بنیاد نمیدونم بیت علی خامنه ای و نمیدونم اینا هستن، اونا اعتصاب توشون نیست. نظرشون این بود، به اضافه این که معتقد بودن که لازم هستش که این جنبش ها در واقع گستردگی بیشتری پیدا بکنه. خواستم اینو بگم، صحبت سخنران شما رو میشنویم بعدا با هم گفتگو میکنیم. مرسی. ممنونم از شما. بفرمایید آقای مانیر. مرسی.
حالا من اول یه صحبت با خانم مقدم، بعد یه سوال از آقای رائی. خانم مقدم فرمودن که بحث اعتصابات کردن و که یه تفاوتی بین اعتراضات و انقلاب گذاشتن. کجا دقیقا این انقلاب تعریف میشه؟ یعنی ما از کجا میتونیم بگیم؟ یعنی با این تعریفی که شما کردید یک جورایی باید پیروز بشه که ما بگیم اسمشو میتونیم بذاریم انقلاب. یعنی از اون لحظه که اعتصابات سراسری بشه، خب خود به خود کلن کشور خوابیده و کلن دیگه حکومت به نحوی شکست خورده هست. این تفاوت این دوتا چیه؟ و یه صحبتی هم آقای رائی فرمودن راجع به این که حالا من اسم رو متوجه نشدم دقیقا، گفتن که یک سال و نیم تفاوت داره، یعنی اوائل سال 56 انقلاب 57 شرایط فعلی ایران مثل اون موقع هست. اما آیا این دلیل میشه که ما مثلا فرض بکنیم پیروزی انقلاب به یک سال و نیم بعده یا نه اصلا سرعتش در حال حاضر خیلی بیشتره و میتونیم خیلی سریعتر منتظرشون باشیم؟ مرسی خانم مقدم، در خدمت شما هست. خواهش میکنم. ممنون از سوالتون. ببینید، این صحبتی که آقای یروان مطرح کردن و زمان تعیین کردن، خب من با این به اصطلاح با این بخش موافق نیستم. ما در مورد این که در شرایط انقلابی سال 57 هستیم، میشه گفتن سال 56، من میخوام سال 56 رو برای شما به تصویر بکشم. سال 56 اولین اعتراضی که به اصطلاح یه مقداری سر صدا کرد، یک تظاهراتی بود جلوی دانشگاه تهران و این در آذر ماه بود. من خودم در اون تظاهرات بودم. یک نفر رو بازداشت کردن به نام آقای بهبهانی که ایشون اون موقع 16 سالش بود و برای دیدن خواهرش از که تهران دانشجو بود و اون موقع هم دانشکده خود من بود، برای دیدن ایشون اومده بود از آبادان، بازداشت شد. بازداشت ایشون چون 16 سالش بود خیلی سر صدا کرد در روزنامه ها و خلاصه یک جرقه در روزنامه ها زده شد. اما دیگه ما نگاه میکنیم به جز اعتراضات دانشجویی که همیشه هر ساله بود، چیز خاصی سال 56 نبود. یه مقداری کتاب ها آزاد شده بود و میز کتاب بود در دانشگاه، چون خیلی از عزیزان جوان هستند و ممکنه اینا هم جز تاریخ شفاهیه که من دارم اینجا خدمتون عرض کنم، یعنی اون چیزایی هستش که ممکنه در کتاب ها اومده باشه یا نیومده باشه، ولی اینا خاطرات شخصی خودم هست. مثلا اون زمان که ما دانشجو بودیم در دانشگاه ها میز کتاب بود و کتاب هایی که قبلا مثلا خوندنشون یا پیدا کردنشون دشوار بود به وفور بود. و خیلی چیز عجیبی که اتفاق افتاده بود، کتاب های مذهبی، کتاب های مرتحری، علی شریعتی به وفور، یعنی شما کتاب های علی شریعتی رو ما با 60% تخفیف می خریدیم. به این شکل بود. رسید تا سال 57 که خود این آخوندا اومدن و سینما رکس آبادان رو آتش زدن، برای اینکه ایجاد اون به اصطلاح نارضایتی رو بکنن، که حالا نقشه هایی بود که بعدها دیگه معلوم شد دیگه، یعنی اینها داستان و شعر نیست، اینها اتفاقاتی که افتاده. و بعد مسئله مسجد کرمان تا رسید به اعتراض به اون به اصطلاح راهپیمایی 17 شهریور و بعدش دیگه چهلم گرفتن ها بود، یعنی مثلا تبریز بلند می شد، چند نفر کشته می شدن، فلان شهر برای حمایت از اون اعتراضات جمع می شدن. این تصویر در حقیقت به این ترتیب بود. و بعدش هم که آقای خمینی رو به نفلاشاتو بردن و دیگه تمام رسانه ها در بس در اختیار ایشون بود و یک تک صدایی ایجاد شد، یک تک رهبری ایجاد شد. و اگر ما بخوایم از حالا به اصطلاح شروع رو بذاریم سینما رکس آبادان،
چون قبلش اون اعتراضات دانشجویی که خدمتتون عرض کردم که هر ساله کمابیش بود، یعنی به خصوص 16 آذر که میشد همیشه اعتصابات به اون ترتیب انجام میشد. از خرداد که اگر ما در نظر بگیریم تا بهمن تقریبا 9 ماه طول کشید تا اینکه به اصطلاح حکومت پهلوی سرنگون شد و به جای اون حکومت جمهوری اسلامی جایگزین شد. این که ما اون زمان با توجه به این که نه اینترنت وجود داشت، نه به قول معروف سرعت انتقال اطلاعات اینقدر زیاد بود، هیچ کدوم از اینها نبود، خب 9 ماه طول کشید. اما این حرفی که من میزنم معناش این نیست که ما بگیم که چون اون زمان ارتباطات ضعیف بود، کمتر بود، الان بیشتر، پس الان زودتر انجام شه. یه وقتی از این صحبت من این برداشت نشه، بلکه منظور من اینه که اون زمان با این که یک همچین حالتی بود اما 9 ماه اتفاق افتاد. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ برای که اون طرف ما کنفرانس گوادلوپ رو داریم که سران کشورهای اروپایی تصمیم میگیرن که شاه باید برود و خب بعد هم که دیگه دستور داده شد به شاه که کشور رو ترک بکنه و شاه هم کشور رو ترک کرد. و خلاصه اینکه ما الان بخوایم به قول معروف وارد جزئیات بشم خیلی طولانی میشه، ولی واقعا اگر که بخوایم عمیق بپردازیم به مسئله گفتنی زیاد هست. فقط خواستم به این دلیل بگم که این که ما تاریخ تعیین بکنیم بگیم که اینقدر زمان اصلا بچه اساسی، چرا 2 سال نه؟ چرا مثلا به جای 1 سال و نیم چرا 14 ماه نه؟ چرا 12 ماه نه؟ خب من این برام از سواله، بر چه اساسی این تحلیل هست که زمان براش تعیین میشه؟ ما این مسئله رو میتونیم بر اساس، یعنی به این ترتیب باشه که ببینیم چقدر مردم توان دارن در صحنه بمونن و رهبری این جریانات چطور عمل خواهد کرد و این که اعتصابات سراسری چگونه عمل خواهد کرد. به نظر من این مسئله به نافع اعتصابات سراسری بسته است. اگر که اعتصابات سراسری بتونه شکل بگیره، اگر که اینجا و اونجا مثلا در اصلویه کارکنان شرکت نفت کارگران ما میبینیم که اعتصاب میکنه، اما این کافی نیست. باید شرکت نفت به طور کامل اعتصاب بکنه، کشتیرانی باید اعتصاب بکنه، دانشگاه ها باید اعتصاب بکنن، آموزش پرورش اعتصاب بکنه، وزارت نیرو اعتصاب بکنه. شما ببینید مثلا سال 57 وزارت نیرو هر شب خاموشی میداد، هر شب خاموشی میداد، یعنی به طور زنجیره‌ای نتورکینگ اینها با هم در ارتباط بودن و در سراسر کشور همه جا، همه جا این اتفاق می افتاد. بنابراین الان هم لازم هست که یک همچین اتفاقی بیفته. یعنی اگر ما مردم خسته میشن، ببینید شما خودتون رو بذارید به جای مردمی که تو خیابونه، چند روز میتونید برید تو خیابون؟ همین الانش در خارج از کشور تقریبا شنبه ها اعتراضات هست، میان و تجمعات هست و ملت جمع میشن. اما بعد از یک مدت مردم خسته میشن. خود رژیم جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، رژیم جمهوری اسلامی اینو میدونه. اونها اتاق فکر دارن، اونها کارشناس دارن، اونها دارن بابت این کارهایی که میکنن حقوق میگیرن، سرکوبگران دارن حقوق میگیرن، ولی مردمی که دارن میرن تظاهرات میکنن اینجا، مردمی که تو ایران میرن سینه‌شون رو سپر گلوله قرار میدن، اونها در حقیقت اگر روز شنبه بخوان برن تظاهرات بکنن باید کارشون رو ترک بکنن. طرف اگر مغازه داره مثلا میخواد اعتصاب بکنه باید مغازه‌شو ببنده و درآمدی نداره. به این دلیله که اونی که قدرت دستشه، اسلحه دستشه، پول دستش هست، خب راحت‌تر هست. و این طرف اگر نتونه این موازنه برقرار بشه، یعنی در سال 57 فرقش این بود که نیروهای مذهبی به دلیل اینکه سهم امام و خمس و زکات و یعنی از لحاظ مالی بسیار پرقدرت بودن و خیلی راحت هم از کشورهای دیگه کمک می‌گرفتن، اما اگر الان 1-2 میلیون تومانی به یک خانواده فقیری در ایران فرستاده بشه اون روز به سلابه میکشن و اجازه نمیدن که
بشه کمک مالی به این افرادی کرد که در معرض خطر هستن. یک مقدار این کارو دشوار کرده، یعنی ما بایستی در حقیقت بسنجیم ببینیم که چه تفاوتهایی هست بین امروز و سال 57. بنابراین خیلی از فاکتورهایی که در سال 57 بوده امروز اینجا نیست و خیلی از فاکتورهایی که امروز اینجا هست در اون زمان نبوده. اینه که من فکر میکنم ضمن این که خب شباهتهایی که مثلا گفته شده، اگه اشتباه نکنم آقای رایی صحبت کردن در موردش، درست هست ما خیلی چیزایی که الان اتفاق میفته شبیه سال 57 است، ولی خب تفاوت‌های خیلی زیادی هم داره. مورد بعدی که دوست عزیزم سوال کردن در مورد این هستش که کجا تبدیل آب میشه. ببینید این هم ببخشید خواهم مقدم مایکتون بسته است. او ببخشید نمیدونم تا کجاشو شنیدید. همون اوایل صحبتتون. جایی که خواستید شروع کنید. بله. جانم. همون اوایل جمله که آغاز کردید مایکتون متاسفانه قطع شد. او بله ببخشید نظرم. بله اینو داشتم عرض میکردم که در مورد سوالی که سوال دوم دوست عزیزمون که به اصطلاح گفتن مرز انقلاب با اعتراض چی هست؟ ببینید اینها همه یک مجموعه عملیاتی هست که همونطور که عرض کردم در بخش اول در پاسخی که دادم، در بخشی از پاسخ ایشون هم در اون نهفته است. یعنی در اینجا ما باید ببینیم که آیا مردم موفق میشن که این روند رو طی بکنن، یعنی اینکه این رو بیارن وصل بکنن به اون اعتصابات که بشه، یعنی اون تغییری رو که مردم به دنبالش هستند ایجاد بکنن و منجر بشه به یک انقلابی که در حقیقت نتیجه اون سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. اما اگر سرکوب بشه که متاسفانه سرکوب شده دیگه، ولی این رو هم من میخوام بگم که قطعاً حتی در صورت سرکوب که الان جمهوری اسلامی داره با تمام قوا داره این کارو میکنه، ولی خوشبختانه مقاومت مردم تا به این لحظه که ما داریم حرف بزنیم صحبت میکنیم با هم مانع از این شده که بتونه به هدف خودش برسه. منتها میخوام بگم بازگشت ناپذیره دیگه. این اون چی که در ایران اتفاق افتاده دیگه نمیتونه به دیروز برگرده، دیگه تموم شد. یعنی وقتی خانم مادر ستار بهشتی یک زن 80 ساله میاد روسریش رو جلوی دوربین بر میداره، حجابش رو بر میداره، دیگه این حجاب به سر خانم بهشتی بر نمیگرده، دیگه برداشته شده. یا وقتی ورزشکار ما میره در مسابقه سنگنوردی بدون روسری میره انجام میده، دیگه انجام داده. حالا اگر ازش اعتراف بگیرن یا هرچی بگیرن، دیگه مردم اونها رو قبول ندارن. اون عملیاتی که انجام شده، اون اتفاقی که در ایران افتاده دیگه پیش رونده است. ممکنه یکم کند بشه اما خاموش نمیشه و قطعا من تردیدی ندارم که به پیروزی منجر خواهد شد. ببخشید که من طولانی صحبت کردم ولی فکر می‌کنم که برای روشن شدن موضوع لازم. اگر دوستان با سوالی دارن در خدمتتون هستم. بله ممنون از شما. جناب رایی اگه موافق باشین اول خانم بیرجندی رو بشنویم سپس من. بفرمایید خانم. مرسی، ممنونم. عرض درود و سلام دارم خدمت دوستان. متشکرم از صحبت‌های خانم مقدم گرامی. من فقط یک کوتاه می‌خواستم نظرم راجع به همین صحبتی که جناب رایی فرمودن و خانم مقدم هم حالا اشاره کردن بهش به نتیجه اعتصابات، من نظر خودم شخصا این هستش که به هر حال اگر اعتصاب از یه جای شروع میشه اینا زنجیروار به همدیگه وصل هستن. همطور که میبینیم مثلا من چند روز پیش شنیدم که قیمت بعضی اجناس به خاطر اعتصاباتی که صورت گرفته همون در اصلوی حالا یه بالاخره مواد نفتی هست یا چیزایی هست که به هر حال استفاده های میشه حالا در بخش های مختلف
اینه که خب به هر حال تأثیر گذار هست روی قیمتها در بازار. خب این باعث در واقع حتی اعتصاب یا اعتراض بازاری ها، یعنی فروشنده های اجناسی که حالا وابستن، میگم عرض کردم چون زنجیره وار هست، مثلا همین کامیوندارای شرکت نفت که از بارگیری خودداری کردن، اونا اعتصاب کردن. اینا همینطور مثلا مشنیده حتی اتحادیه لاستیک فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در ایران، اونا هم همینطور پیوستن و این اعتصابات همینطور زنجیره به زنجیره، یعنی خودش راه خودش عین یه رودی روان راهش میگیره میره. حالا ما اگر بخوایم بگیم نه ممکنه مثلا یه زمانی یک ساله یا چقدر مثلا براش بذاریم، ممکنه این فقط یه نظریه باشه ولی در عمل شاید در واقع بتونم بگم حتی سورپرایز بشیم از این لحاظ. مرسی، ممنون که این زمان رو به من دادید. من یه نکته رو راجع به صحبت دوست عزیزمون، اسم شما رو الان صحبت کردید، ببینید این راه خودشو پیدا نمی کنه. شما فرمودید که مثل یه رودی با هم وصله. در رابطه با اعتصابات حتما رهبری لازم هست، یعنی این که باید این مسئله، این درست گفتید، مسئله اعتصاب کامیوندارها یا محصولات نفتی که دیر برسه، اینها تأثیر داره، اما بازار به این دلیل، اعتصابش به این دلیل نباید باشه که حالا اجناس دیر رسیده یا قیمت رفته بالا، بلکه زمانی که بازار به این نتیجه برسه که باید از این خواست سراسری مردم که الان امروز نه به رژیم، یعنی الان شعارهایی که داره در ایران داده میشه، وقتی میگن برو گم شو، آخوند برو گم شو، یا همین شعارهایی که داده میشه، این نشون میده که کلن اینها از نظام جمهوری اسلامی عبور کردن، یعنی این که دیگه الان بازار به نشانه همبستگی باید تعدیل بشه، کامیوندارها به نشانه همبستگی باید تعدیل کنن و همه هر آنچه که دخالت داره، این چرخای اقتصادی حکومت باید از حرکت بایسته. وقتی این چنین بشه، اون موقع است که دیگه حکومت آجمز شده. بنابراین به اعتقاد من اعتصابات نقش بسیار تعیین کننده داره، نقش بسیار اگر که مدارس تعطیل بشه، دانشگاه ها تعطیل بشه، ثبت نام نرن بکنن ملت. اصلا یک سال، سال 57 که اعتصاب شد، که البته خب اسفند بعد از اینکه انقلاب شد دانشگاه ها باز شد، خب دانشجوها رفتن و واحداشون رو گرفتن، مدارس هم باز شد، رفتن درسش رو خوندن، ولی یک سال اگر عقب بیفتن مردم، به قول این شعاری که میگه اگر با هم یکی نشیم یکی کشته میشیم، اگر که یکی نشن، جامعه یکی نشه، در حقیقت این هم مثل سال 88، مثل 96 98 سرکوب میشه. اگرچه واقعا این حرکتی که الان انجام شده به هیچ عنوان نمیشه مقایسه کرد با اون حرکت‌های قبلی، یعنی تمام اونها رو که بذاریم با هم، هیچ کدوم به اندازه این اتفاقی که الان در ایران افتاده این به این وسعت نبوده. شما نگاه کنید در جنبش سبز هیچگاه در هیچ کشوری 50,000 ایرانی جمع نشدن، الان ببینید در تورنتو 50,000 نفر آدم در تظاهرات شرکت میکنه و خود ایران رو نگاه کنید، ببینید تمام شهرها الان تقریبا همه گیر شده و در شهرهای مختلف و این همه طولانی، یعنی سال 57 ما هیچگاه نداشتیم که مردم یک ماه در خیابان باشن، نبود همچین چیزی. همونطور که عرض کردم چهلم به چهلم میگرفتن، یا مثلا جست گریخته در شهرها تظاهرات میشد. بیشتر تظاهرات زمانی شد که دیگه شاه از ایران رفته بود بیرون و مردم خیالشون جمع شده بود که کشته نمیشن، اون موقع بود که مردم بیشتر در خیابان‌ها حضور داشتن و اون استقبالی که از خمینی شد، الان ما نگاه کنیم ببینیم خیلی از این تظاهرات واقعا که داره انجام میشه، حتی سال 88 تظاهراتی که اون تظاهرات سکوت بود، از استقبالی که از خمینی شده بود خیلی خیلی بیشتر بود. الان هم ما داریم نگاه میکنیم ببینیم خیلی تظاهرات
گسترده در شهرهای مختلف انجام شده که هیچ کدوم از اون تظاهرات سال 57 به گوش نمی‌رسه. خب من در خدمتتون هستم اگر که ببخشید من منتظر بودم ببینم که صحبتتون تمام شده یا نه. بفرمایید جناب رایی ما شما رو می‌شنویم. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون خانم مقدم از صحبت‌های شما. از قضا در همون مصاحبه‌ای که من نقل قول کردم از آقای یروان ابراهیمیان، پشت سرش آقای بهروز عرفانی صحبت کردن، شبیه نظرات شما رو داشتن. ایشون فعال کارگری هست و صاحب نظر هستن در پاریس و توضیح دادن که آقای یروان ابراهیمیان اشتباه میکنن به این علت که در اون زمان بازار شکل فعلی بازار رو نداشت، به اضافه اینکه شرکت های در صنعت هم تظاهرات شد، در واقع اعتصابات شده. مثال زدن از پیوستن کارگران هفت تپه که اونها اینقدر این توانایی رو داشتن که از خصوصی شدن اون جلوگیری کردن، یعنی رژیم رو به عقب نشینی وادار کردن. پس بنابراین نظر آقای عرفانی بودش که این چیز صحیح نیست، این در واقع طرز تحلیل دقیق نیست و شرایط با هم دیگه تطبیق نداره. اما من چند تا نکته رو توضیح میدم برای دوستانی که جوان‌تر هستن. ستون پایه سلطنت ریخت، ستون پایه بزرگ مالکی ریخته، ستون پایه بازار ضعیف شده، ستون پایه روحانیت در واقع مولاتاریا هم اون سلطنت رو در اختیار گرفته و هم که خودش به عنوان نهاد وجود داره. در واقع از نظر تاریخی لغزنده تر شده نسبت به اون وضعیت تاریخی خودش حاکمیت های استبدادی. اما حاکمیت مذهبی بدترین نوع استبداده، یعنی توجیهات فکریش برای اون کسایی که مزدورش هستن یا براش کار میکنن در واقع قابل پذیرش میتونه باشه یا قابل توجیه میتونه باشه حتی اگه نمیپذیرن تو ذهنشون. بنابراین به این مسئله توجه کنیم که رفتن رژیم در واقع مذهبی، استبداد مذهبی در ایران قبلا هم اتفاق افتاده، در ایران موبت کوشی هم شده زمان ساسانیان. ایرانی ها توجه داشته باشیم که حدود 1500-600 سال دین زردشت رو نپذیرفتن. دین ایرانی ها دین سیمرغ بوده، دین کیانی بوده. بعد در دوران ساسانی که این گسترش پیدا کرد مذهبی شدن، آخرش کار رسید به موبت کوشی و پادشاه آذرمیدخت و ملکه ایران شده بود و برادرها باش در درگیری داخل دربار شد. توجه داشته باشین در ایران همیشه سرنگونی ها از چند طریق انجام میگیره، یا در درون دربار کشته میشن، جنگ میشه پدر با پسر، نمیدونم برادر با خواهر یا برادر با برادر، یا طایفه ها و قوم ها با هم دیگه جنگیدن، این قوم رفته یه قوم دیگه آمده، و یا جنبش عمومی شده که جنبش کاوه اینطوری که شاهنامه میگه قدیمی ترین است. این مبتکر جنبش عمومی ما ایرانی ها هستیم. ما هم تا قبل از سال 1979-1157 ایران در دنیا جنبش عمومی به این صورت مثل ایران وجود نداشت. بعد که ایرانی ها کردن، پشت سرش کشورهای دیگه که اروپای شرقی و روسیه و اینا، شوروی سابق و اینا هم از همین طریق سرنگون شدن. در خود فرانسه که من زندگی میکنم سال 84، همینطور آخرین بار 2007 جنبش های خیلی عمومی شد. اما در مورد تفاوت اعتراض با انقلاب من اینگونه میبینم: تفاوت اعتراض با مقاومت یعنی مبارزه و تفاوت انقلاب با اصلاح رو من میبینم. یعنی به نظر من انقلاب یا اصلاح رویدادهایی هستند که اگر رژیمی که در واقع مخالفت میکنه با اون تحولی که مردم میخوان اگر بپذیره، میشه
اصلاح ساختاری در درون رژیم. اگر نپذیره میشه اصلاح، میشه در واقع انقلاب که خارج از رژیم است، یعنی رژیم هم میره و اون اصلاحات اتفاق میفته. بنابراین جفت اصلاح و انقلاب رو در مقابل هم میبینم، جفت اعتراض و مقاومت رو در مقابل هم میبینم. به نظر من در حال حاضر بیشتر از اعتراضه، مردم مقاومت میکنن، حتی درگیر شدن و حتی مداومت اعتراض ها دیگه مقاومت خود اعتراض نیست، به این علت که میتونه ریزش در درون رژیم ایجاد کنه که حالا فعلا کم ریزش ایجاد کرده و میتونه خستگی ایجاد بکنه. قبلا اینجا من به خاطر فایده تکرار میگم، قبلا اینجا براتون توضیح دادم یک مطالعه در دانشگاه هاروارد شده و به این نتیجه رسیده در تمام کشورهای دنیا وقتی حدود 3-3.5% مردمی به طور مداوم مقاومت میکنن، حتما منجر به اصلاح ساختاری یا انقلاب خواهد شد. و در مورد ایران هم اگر این جنبش ها مداوم باشه، پشت سر هم باشه، این اتفاق خواهد افتاد. توجه شما رو جلب می‌کنم به سال 88 در ایران. در عاشورا، روز عاشورا، مردم تهران رو فتح کردن. علی خامنه‌ای رو با هلیکوپتر از تهران بردن بیرون. ولی مردم به علت اینکه اشتباه بزرگ اون جنبش این بود که در درون رژیم ماند و رهبرا فرمان برگشتن به خونه رو شد دادن، در صورتی که این همون اتفاق که تهران رو فتح کردن در کشورهای اروپا شرقی دیدیم دیگه، اونایی که مطالعه میکنن یا اونایی که سنشون یه خورده بالاتر دیدن، مردم وایسادن تا رژیم افتاد. ما خودمون، من خودم جز اون جوانای اون دوران سال 57 هستم، من یادم میاد که هر روز تو خیابون بودم من، یعنی میدان 24 اسفند که الان شده میدان انقلاب با این خیابان آیزنهاور و اون طرف خیابان یادم رفته الان خیابان انقلاب نیست که بهش میگن، این خیابونا هر روز مقاومت بود، به حدی مقاومت گاهی اوقات زیاد میشد که میدونستن دیگه روز تظاهرات بزرگ نمیشه وایساد، چون در مورد کوچیکا نمیتونستن وایسن، یعنی اون تظاهرات بزرگ رو میشه گفت این تظاهرات کوچیک آماده میکرد، یعنی نشون میداد نیروی ما. هر روز ما تو خیابون بودیم، من یادم نمیاد از ماه آذر تا آبان ماه روزی نرفته باشم تو خیابون. خواهر خود من در بسیاری از خواهر من که از من یک سال بزرگتر بود در بسیاری از تظاهرات بزرگ، همه تظاهرات بزرگ می آمد، اما در این تظاهرات کوچک مثلا نمی آمد. در تظاهرات کوچک پسرها زیاد بودن، دخترای جوان خیلی کم بودن، اما در تظاهرات بزرگ بودن، مخصوصا اون تظاهرات بزرگ دیگه روزهای عاشورا و تاسوعا تعداد خانم ها خیلی زیاد بود. میخوام اینو به شما بگم، یعنی من با این نظر خانم مقدم موافقم که این اعتصابات عمومی کار اساسی کمر رژیم رو میشکنه، اما همین گفتیم جنبش عمومی از دو طریق انجام میگیره، یا از طریق اعتصابات عمومی یا از طریق فرسوده کردن نیروهای سرکوب به میزان زیاد اومده. سال 57 اعتصابات عمومی خیلی بوده، این فرسوده کردن هم بوده، همینطور توضیح دادم تظاهرات کوچیک، اما اون کار اساسی رو شکست. حالا در کشورهایی ما دیدیم، در مصر دیدیم که نه، با سرکوب نیروهای سرکوب فرسوده شدن و در عرض کمتر از یک ماه در اونجا در اون بهار عربی مبارک رفت. میخوام توجه شما رو به یه نکته دیگه جلب بکنم. زمان اجتماعی رو ما نمیدونیم که 2-3 ماه میشه. حالا آقای آبراهیمان صاحب نظر تاریخ‌دان محبوب ما ایرانی ها هست و بنابراین نظرش که میگیم آدم روش فکر میکنه، ولی میتونه درست نباشه نظرشون، نظر آقای فراهانی درست باشه. آقای فراهانی نظرش این هستش که نه، این جنبش میتونه ادامه پیدا کنه، همین خانم مقدم هم درست گفتن، چون تعداد تظاهرات خیلی زیاد شده. الان من خودم یه الان در پاریس ما تظاهرات 5000 نفری داشتیم، تظاهرات 2-3000 نفر هم داشتیم، سال 88 هم داشتیم، همینطور داشتیم، همین 5000 نفر رو داشتیم، 3-4000 نفر، تعداد خیلی بیشتر بود سال 88 تظاهرات در پاریس و در بعضی از شهرهای اروپایی. اما این دفعه موقعی که فراخوان داده میشه استقبال مردم بیشتره، برای که این تظاهراتی که من این دفعه دادم استقبال کسایی فراخوان دادن که اصلا زیاد مردم نمیشناختن، در صورتی که در سال 88 فراخوان داده رو مردم میشناختن. با وجود بر این مردم میان، فمینیست ها این دفعه جلو هستن، فمینیست های فرانسوی با فمینیست های کرد ایرانی با همن،
مردم که ایرانی ها تا میبینیم اینا میان میریم به خاطر اینکه میدونیم که حمایت میشه. نظر من اینه که جنبش ما حالا از این زنبه استقبال یک جنبه، ولی جنبش موفق میشه که هم بتوانه مقاومت بکنه و هم بتونه خشونت زدایی بکنه. اگر نتونه خشونت زدایی بکنه، منظورم این که عدم خشونت نیست، منظورم خشونت با خشونت جواب دادن نیست، عدم خشونت زداییه، یعنی این که مقابله که میکنه با نیروی سرکوب، موقعی که میخواد سرکوب کنه جلوی شما رد میشه، میخواد جمع جلوش بهتر خلسلاش بکنین اگه میتونین، باید عواقبش هم در نظر بگیرین. اما اگر میتوانین صحبت بکنین باهاش، این صحبت کردن میتونه اثر بذاره. مادری که میاد جلوش میگه تو پسر من هستی، تو چرا داری سرکوب میکنی، این نمیتونه اثر بذاره. من دیدم اینا رو سال 57 که میامدن، مادری میامد یه سرباز بغلش میگرفت میبوسید، بخواد تو چرا گریه میکرد در سرباز. بنابراین خشونت زدایی روش های 22 گانه داره، اما یکیش همینه که گفتم، گفتگو وسیله دموکراسی است، گفتگو وسیله حاکمیت است. هر دفعه که امکان گفتگو میشه لازم استفاده بشه. و در رابطه با جنبش اخیر، من نظرم این هستش که آقای آبراهامیان زیاد بها داد به جنبش بازاری ها در این دوره، برای که اقتصاد ایران بیشتر از 70-75% دولتیه، در زمان شاه اینقدر وابستگی دولتی نبود و بازار وزنش خیلی کمه، اما صنعت که خابیده، تقریبا 40% صنعت هم کار نمیکنه. اونایی هم که مهم هستن مثل شرکت نفت، اشتباه زمان شاه رو نکرده، کارگرای پیمانی رو درست آورده شکونده، اما یه سری کارگرای خودش رو به هر حال تا حدی که امکانات حداقل کارگری رو داشته باشن رو داده، کم کافی نیست، یعنی با هزینهشون تطبیق نداره، اما به نظر میاد که اونا وارد جنبش نشدن دیگه، بنابراین به این عوامل لازم تر شد. مرسی خیلی ممنون. خب حالا من اجازه دارم صحبت کنم؟ خانم مقدم اگه از نظر شما عیبی نداره اول آقای انصاری نژاد رو بشنویم بعد مایک در اختیار شما. خواهش بفرمایید. من سلام عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی و با تشکر از مطالب بسیار ارزنده و خوب که داره مطرح میشه، من نظرم در این خصوص اینه که در خصوص حق اعتراض اینه که ببینید، ما الان داریم اعتراض بکنیم توی کشورمون به این گستردگی. این اعتراض ریشهش برمیگرده به 1285، یعنی ملت ایران از بیش از 100 سال قبل دنبال این هستن که نقش مطلقه یک نفر را از توی سرزمینشون از بین ببرن، یعنی از چند زمانی که مشروطه تبدیل به مشروطه سلطنتی شد و در حقیقت خواست مردم این بود که قدرت پادشاه مطلق نباشه. بعدش هم که متاسفانه پادشاه قدرتش رو به رهبر داد، حالا یه چیزی به نام ولایت فقیه. این جنبش صدها سال ادامه داره و امیدوارم که به نتیجه برسه و بالاخره مردم ایران به حقشون که یک جمهوری و دموکراسی آزاد هست برسه. در خصوص اعتراضا یک نکته رو ما در نظر بگیریم، تفاوت این اعتراض با اعتراضای دیگه که دیگه از حالت اعتراضم به قول جناب آقای رای خارج شده، داره رو به در حقیقت انقلاب میره، اینه که در نظر داشته باشید که با وجود خفقان شدید اینقدر داره اعتراض میشه. یعنی اگه توی کشوری با یه مقدار دولت دموکراتیک تر از این دولت، حالا این که اصلا دموکراتیک نیست، حالا دیکتاتوری کمتری داشت، اینها اتفاق می افتاد، خب خیلی از مردم می اومدن بیرون دیگه. ولی الان شما دقت بفرمایید، با توجه به خفقانی که وجود داره مردم دارن میان بیرون و با توجه به سرکوب بسیار فجیعی که وجود داره، من الان معترضا رو بیش از اینی میدونم که تو خیابون هستن، یعنی فکر میکنم که و اینا که حتی اعتصاب میکنن، من خودم به سه دسته تقسیمشون میکنم، یکی معترضین در سایه هستن، معترضین مصلحت اندیش و معترضین آشکار. آشکار الان تو خیابون هستن، مصلحت اندیشا اونا هستن که شغل دارن میترسن بیان، و در سایه اونایی هستن که به دلایل مختلف سنشون بالاست یا
از توی خونه هاشون دارن شعار میدن. یعنی اگر اینا رو هم اضافه کنید میدونید که جمعیت دیگه خیلی زیاد میشه، جمعیت معترضین خیلی خیلی زیاد میشه. من در خصوص اعتصابم حالا که مطرح شد یک سری نظرات دارم که انشالله توی نوبت بعدی که لطف کردید و فرصت رو من دادید من خدمت شما عرض کنم. خیلی خیلی ممنونم که وقت رو در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما، متشکرم. بفرمایید شما مقدم شما میتونید. خواهش میکنم. در صحبت‌های آقای رایی به چند تا نکته مهم اشاره کردن. در ادامه صحبت ایشون من میخوام به دو تا نکته مهم رو توضیح بدم. یکی این که نقش، ببینید در سال 57 وقتی که در حقیقت ارتش ایران، نیروهای پلیس، همافرها اومدن و به مردم پیوستن، دیگه اونجا بود که من قطع شدم یا اینکه هستم؟ صدا تو هست. وقتی که در حقیقت ارتش به مردم پیوست و اسلحه رو زمین گذاشت، خب فرو ریخت، حکومت شاهنشاهی فرو ریخت. اینی که خیلی مهم هست که یک به اصطلاح همدلی بین نیروهای سرکوبگر و مردم ایجاد بشه و درست به درستی اشاره کردن که بتونن مردم با اینا حرف بزنن. ما ممکنه مثلا همسایه هایی داشته باشیم، فامیلی داشته باشیم، یعنی فقط این گفتگوها در داخل خیابان و در موقع تظاهرات تنها نیست، اگرچه اون هم مؤثر هست. مثلا ما ببینید در سال 88 خانم ها در برابر نیروهای سرکوبگر یک ستون ایجاد میکنن و کاملا اون عکس نشون میده که اون نیروهای سرکوبگر واقعا چجوری در برابر این خانم هایی که ایستادن و یک ستون ایجاد کردن، کاملا شما اون ترس رو یا شاید فراتر از اون رو در چهرهشون میتونید ببینید. حالا یا یک ترس هست یا همراهی هست یا هرچی هست، ولی اون چهره نشون میده که نمیخواد سرکوب کنه، یعنی سر اسلحهش پایینه و تهدید نمیکنه، چهره تهدیدگری نیست. از لحاظ بسیار روانشناختی بخوایم بررسی بکنید، اون حس رو میتونید از تصویر بگیرید. این یه مسئله است که خیلی خیلی مهمه. و مورد بعدی که به درستی اشاره کردن، تفاوت بازار 57 با بازار امروز هست. حتی در سطح جهانی هم این تفاوت بازار خیلی خیلی برجسته است و مهمه. الان بسیاری از خریدها از طریق آنلاین در ایران انجام میشه، یعنی اینجوری نیستش که طرف یه مغازه‌ای داشته باشه و کرکرش رو پایین بکشه. خیلی وقتا این خریدها از طریق به اصطلاح پستی انجام میشه. اینه که شکل و شمایل بازار هم خیلی فرق میکنه با سال 57. و همونطور گفتن آقای ابراهامیان یک به اصطلاح تاریخدان خیلی معتبر هست، اما این دلیل نمیشه که در مورد مثلا تحلیلش در مورد به اصطلاح این تحولات اجتماعی در این موردی که فرمودند درست باشه. و میگم من تفاوت دیدگاه دارم با ایشون. مورد دیگه هم که حالا چون یه مقداری فاصله افتاد فراموش کردم، چون من بیرونم اصلا به اصطلاح صحبت‌ها رو یادداشت نمی‌کنم، باید به حافظم رجوع بکنم. مورد دیگه که الان خیلی اهمیت داره همین مسئله مقاومته. ببینید سال 57 باز به درستی اشاره کردن مسئله ترک نکردن خیابان. من خاطرم است که دانشگاه تهران تحصن کردن دانشجوها و غذا برده می شد براشون، مردم همکاری می کردن و برای دانشجوها از نرده ها غذا می رسوندن، آب می رسوندن. این حمایتگری خیلی خیلی زیاد بود. یا مثلا موقعی که به تظاهرات حمله می شد
تمام درا باز میشد و مردم میرفتن توی خونه ها پناه میگرفتن. که من خودم یادم هست مثلا سال 57 که همین درا که باز میشد ما همه میرفتیم بدون که ماها رو بشناسن، میبردن توی اتاقاشون جا میدادن و تا اینکه سر صدا ها میخوابید و بعد ما میتونستیم یکی یکی خارج بشیم از اون خونه ها. اینه که این مراحل به هر حال بایستی زمان خودش رو طی بکنه. هنوز ما یه مقداری من فکر میکنم عجله داریم، تازه یک ماه شروع شده و نباید توقع داشت که به این سرعت به نتیجه برسه، نه اینکه ما این توقع رو داشته باشیم که به این سرعت به نتیجه برسه، نه اینکه فکر کنیم که ممکنه یک سال و نیم طول بکشه و زمان براش تعیین بکنیم. اما به هر حال اون چه که مسلم هست، ما در یک مرحله در حقیقت گذار هستیم و اینکه این مسئله که اتفاق افتاده برگشت ناپذیر، همونطوری که اشاره کردم، اون چه هم که میتونه تعیین کننده باشه مسئله دوام آوردن مردم هست و اینکه بتونیم به اصطلاح این همبستگی طور ایجاد بشه که به خانواده ها فشار نیاد، به کسایی که در اعتراضات حضور دارن فشار نیاد. حالا باید اینها به هر حال یک تمهیداتی اندیشید، چیکار باید کرد. عرض کردم یک تفاوتی که سال 57 بود به خاطر اینکه پول خیلی زیادی در اختیار این گروه های مذهبی بود و مساجد و این تکیه ها و چیزهایی که متاسفانه زمان شاه یکی از دلایل اینکه اصلا حکومت مذهبی تونست پا بگیره در ایران، سیاست غلطی بود که متاسفانه طرفدارای شاه نمیخوان این نقد رو بپذیرن، نمیخوان بفهمن که چه در حقیقت خیانت بزرگی به مردم شد و اینکه این آخوندها شاه در حقیقت مار در آستین خودش پرورون و این آخوندها رو تریبون بهشون داد، مساجد و منابر و تکیه ها رو آزاد گذاشت. شما ببینید در همین حکومت جمهوری اسلامی شما الان اگر بخواید یه دسته سینه زنی را بندازید باید برید از وزارت کشور مجوز بگیرید. اما زمان شاه اینجوری نبود، زمان شاه تمام تکایا آزاد بودن، یعنی روز عاشورا تا سال شما اگر میخواید دسته سینه زنی را بندازید باید مجوز داشته باشید. الان زمان شاه اصلا نیاز به این چیزا نبود و شاه به شدت از مذهبی ها حساب میبرد، میترسید. شما نگاه کنید ببینید کدوم یک از این رهبران کشورهای اسلامی، از رئیس جمهورهای کشورهای اسلامی رفتن مکه لخت شدن و مثلا اون لباس مخصوص حج رو پوشیدن؟ هیچ کدوم این کار رو نکردن ولی شاه این کار رو کرد. شما نگاه کنید ببینید خمینی خودش اومد این همه سال هم زنده بود بعد از اینکه مملکت رو به تباهی کشون، ولی پا نشد بره امام رضا به قول خودشون و اونجا زیارت کنه. ولی شما نگاه کنید ببینید فرح چادر مشکی سرش میکنه، با شاه میرن اون ذریح امام رضا رو میبوسن و زیارت میکنن. متاسفانه این مسائل خیلی بود، حالا کشیده شد بحث به اینجا، ولی من میخوام بگم که مسئله قدرت مذهب در سال 57، تمام این مثال ها رو زدم به خاطر که قدرت مذهب رو نشون بدم. حالا یک چیز اتفاقی که افتاده که خیلی باید بهش توجه بکنیم، این تقدسی که مذهب سال 57 داشت خوشبختانه الان شکسته شده. یعنی الان دیگه مثل سال 57 کسی دیگه چهره هیچ آخوندی رو در ماه نمیبینه، امکان نداره. شما الان حتی بین خود این مذهبی های فناتیکی که الان هستن هم اینا دیگه نمیتونن یک کمچین به سلام ادعایی رو بکنن و مورد قبول قرار بگیره، در حالی که متاسفانه سال 57 تونستن از این خرافات استفاده بکنن و با تقدس بتونن ادامه بدن. الان این تقدس شکسته شده. من ممنونم که به هم فرصت دادین دوستان عزیز تا بتونم نظراتم رو با شما در میون بذارم. اگر اجازه بدید که من دیگه از خدمتتون مرخص بشم و براتون روز روزگار خوش رو آرزو می‌کنم. ممنون از شما خانم مقدم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و جلسه امروز حضور داشتین. مرسی. اگه از نظرتون عیبی نداره ما قبلش آقای شایگان رو بشنویم، احتمالا سوال داشته باشن بعد، یا اگر که عجله دارین که مشکلی نیست.
من 10 دقیقه دیگه در خدمت خواهم بود و بعد دیگه از خدمت مرخص میشم. مرسی از لطفتون. بفرمایید آقای. درود مجدد و سپاس از اینکه دوباره به من وقت دادین. صحبت‌های خانم مقدم در مورد نیروهای سرکوب صحبت کردیم. خانم مقدم، نیروهای سرکوب سال 57 با نیروهای سرکوب پرورشیات تو جمهوری اسلامی فکر می‌کنم خیلی متفاوت باشن. الان نه تنها حالا سپاهی ها و بسیجی ها و نیروی لباس شخصی و غیر و زالک وجود دارن، ما داریم میبینیم تو فیلم ها که از هشتل شعبی و غیر و زالک هم نیرو آوردن. یعنی که شما میگید مثلا خانم ها برن یک ستون جلوی نیروهای سرکوب و نیرو سرکوب میترسه، یا حالا شاید مثلا احترام بگذاره، یا نمیدونم یه همچین موضوعی بود. من بعید میدونم نیروهای سرکوبگر که امروز وجود، حال نه که بخوام بگم 100%شون، ولی واقعا 70%شون اون خوی وحشیگری رو تو ذاتشون دارن، اینطوری پرورش یافتن. کسایی که داریم فیلمایی که داریم میبینیم که دارن چطور مردمو میزنن، بنابراین فکر کنم که یه تفاوت عمده وجود داره. هرچند که خوشبختانه مردم هم نترس شدن، هرچند ناراحت کننده است البته این موضوع که خب مردم میرن، جوانامون میرن کشته میشن یا زخمی میشن یا هرچی، ولی این ترس از وجودشون ریخته شده. هر چقدر این ترس بیشتر ریخته بشه، افراد بیشتری این تجمعات میپیوندن. در مورد اعتصابات هم امروز خوندم، یعنی یکی دو ساعت پیش خوندم که شرکت اسنووا اصفهان به اعتصابات پیوستن و شرکت فولاد نمیدونم نیریز بود یا اهواز بود، نفهمیدم دقیقا، اینش خاطرم نیست، این دو شرکت به اعتصابات پیوستن، علاوه بر اون شرکت های اصلویه و پتروشیمی آبادان و غیره، و همچنین هفتپه، نشکر هفتپه هم بودن. به نظر میرسه که این اعتصابات داره گسترش پیدا کنه، و دیروز هم عرض کردم خدمت دوستان رژیم وحشت داره از اینکه اعتصابات خبرش پخش بشه. بنابراین ما خیلی وظیفه میکنم خطیری داریم که حالا منظور از ما شهروندانی که میتونیم خبر رسانی کنیم، اعتصابات رو بیش از پیش پوشش بدیم. این خیلی مهمه به نظرم. ممنون که وقت در اختیار من گذاشتیم. ممنون از شما. خواهش بفرمایید. بله خواهش. ببینید دوست عزیزم، من تصویری رو که سال 88 اتفاق افتاده بود که زنها ستون بستن، اون رو توصیف کردن. اون تصویر، یعنی اتفاق افتاده بود، اتفاق افتاده بود و تأثیر مثبتش رو داشتم عرض می‌کردم. این که ما از این امکانی که داریم استفاده کنیم. بله درست میگید شما، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بسیار تفاوت دارن، کاملا حرفتون منطقی و درست هست. اینها الان حتی از بچه، از کودکان خیابانی، کودکان کار خیابان، کودکانی که محصول خود این جمهوری اسلامی هستند، اینها رو پول میدن، آموزش بهشون میدن. شما فکر کنید بچه هایی که آدم واقعا نمیدونه در رذالت این دستگاه سرکوب چی بگه، اینها رو میان و ازشون استفاده میکنن برای سرکوب. غیر از این که خوب حالا بله نیروی بسیج هست، سپاه هست، انواع و اقسام لباس شخصی و غیره وزاره، چیزهای مختلفی هست، از نیروهای خارجی استفاده میکنن، تمام این که چیزهایی که گفتید درست هست. اما از این طرف هم ما نیروی مردم رو دست کم نگیریم و این که بتونیم اون بخش، یعنی مهم اینه که اون بخش سالمه، به هر حال در بین نیروهای انتظامی افراد سالمی هم هست. بذارید من یه خاطره برای شما تعریف بکنم. ما سال 1387 بود، بله 87 بود بکنم، 87 یا 86 سال 1386 فارسی رو دارم میگم، تقویم خودمون، یه عده بودی ما رو بازداشت کرده بودن. وقتی که داشتن از کمیته وزرا می بردن اوین، چون تعدادمون زیاد بود و توی اون ونی که داشتن می بردن جانم شد، یکی از این خانم هایی که خانم های پاسدار رو
میخواست بیا سوار بشه جا نمیشد. البته ما قبلش توی کمیته وزرا داستانش خیلی مفصله، حالا من روزی روزگاری بعد اینها رو بشینم بنویسم. یه سری از دوستان جوان اومدن تو وبلاگ‌هاشون این موضوع رو نوشتن، اشاره کردن ولی کامل ننوشتن. با این خانم‌ها در کمیته وزرا صحبت کرده بودیم که ما کی هستیم، چی هستیم، چی می‌خوایم. مثلا این وکیل، اون پزشک، این نویسنده است، اون شاعر. به این ترتیب فهمیده بود که ما آدمایی رو که گرفتن به هر حال هر کدوم در این جامعه برای خودش به هر حال یک شخصیتی هست، خیلی به اصطلاح ساده بگم. خب یه مقداری رفتار این خانم ها با ما تغییر کرد، چون معمولا اون موقع اون کمیته وزرا خب افراد خاصی رو می بردن. این خانم سوار نمی شد. اون کسی که حالا بالا دستش اومد گفت چرا سوار نمیشی؟ گفت جا نیست. گفت خب یه جوری خودتو، گفت خب من میگم جا نیست، یعنی وایساد مقابل مافوقش جواب داد. بعد اون بهش گفت که پررو شدی، اینا رو دیدی پررو شدی؟ گفت آره پررو شدم، بله پررو شدم، یعنی مقابل مافوق خودش خانم وایساد. که بعد اونو بردن یکی دیگه رو آوردن که به قول معروف چیز بشه، بیاد بشینه، که اون هم وقتی اومد سوار شد با خنده اومد سوار شد. بعد بچه‌ها براش دست زدن، گفت با حالت چیز برگشت، گفت خیلی خوب، خوبه، حالا شما هم مثلا دیگه چیز نشید. منظورم اینه که پس رفتار میدونه تأثیر داشته باشه، که این که به هر حال اینا هم اونایشون که انسان هستن، اونایشون که انسان هستن میتونن این مثلا بخش انسانیتشون بیدار بشه و بفهمن الان این افرادی رو که میخوان گلوله به سینه‌شون بزنن اینها هم کسانی هستن مثل خودشون. و میبینیم در تبریز بخشی میان با مردم راه میفتن، همراه میشن. پس بنابراین این اتفاق میتونه بیفته. اگرچه حرف شما کاملا درسته و قطعا همینطور هست، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه با سال 57 نیست، اما میشه بین اینها در حقیقت اونهایی رو که با مردم همدلی دارن همراه کرد و که اسلحه‌شون رو زمین بذارن و کنار مردم قرار بگیرن، کما اینکه تا الان هم شده، یعنی خیلی هاشون بوده که ویدیو پر کردن، به خصوص مثلا سال 88 هم ما دیدیم یه سری از کسایی که بر میگشتن، حتی بود سفیرایی که اومدن به طرف مردم و اومدن و پناهنده شدن. فکر میکنم چند مورد بود که البته الان کشورهاش یادم نیست، شاید شما دوستان عزیز بهتر خاطرتون باشه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یکی سفیر ایران در دانمارک بود که اینها به طرف مردم اومدن. پس بنابراین وقتی که احساس بکنن که این رژیم رفتنی هست، حتی بخشیشون اگر شده از ترسشون هم شده به طرف مردم خواهند اومد. بعضی هاشون که از روی دل میان، ولی بعضی هاشون هم هست که از روی ترس میان. مهم اینه که مردم به اصطلاح کف خیابون رو رها نکنن، اعتصابات رو رها نکنن و همونطور که دوست عزیزم فرمودن به درستی مقاومت رو ادامه بدن. سپاسگزارم از این که این فرصت رو به من دادید. روز روزگارتون خوش. ممنون از شما خانم مقدم، ممنون که در جلسه حضور داشتیم. از طرف خودم و قانون از شما تشکر میکنیم. روز شب شما هم خوش. ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان لطفا اگر سوالی هست قبل از اینکه مایک آقای جناب رای رو واسه کنم مطرح بفرمایید. ضمن اینکه ما جلسه رو با فراخوان ماهیانه کمیته هنر ادامه خواهیم داد، لطفا بمانید، همراهی کنید و مشارکت. جناب رای، مایک خدمت شما، فقط خواهش می‌کنم که زمان رو مد نظر قرار بدید. ممنونم. شما اگه میخواین موضوع رو تغییر بدین من صحبتی نمی کنم، من دستم بالا آوردم به خاطر اینکه فکر کردم بحث رو میخواین ادامه بدین. بنابراین ما میتونیم با جنبندی رو با شما داشته باشیم جناب رئیس. لطفتون زیاد. نم جنبندی که خانم مقدم صحبت هایشون حالت جنبندی هم داشت، اما من چند تا نکته رو میگم. توجه داشته باشیم که درسته مطلبی که آقای شایگان گفتن که اینها ایدئولوژیک تر از نیروهای سرکوب زمان شاه هستن، اما اینا مزدورن. اینا مزدور هم اعتقاد نداره و مزدوران موقعی که در استبداد میل به تمامیت خواهی داره حتی ایدئولوژی خودشون هم نمیشناسن.
بنابراین اینها به عکس ظاهرشون که میخوان ابهت و اینا نشون بدن، اینا خیلی راحت مات میشه کرد اینا رو. یعنی رژیم به جایی رسیده که دیگه نمیتونه روی به اصطلاح نیروهای سرکوب عقیدتی خودش حساب کنه. عقیدتی ها دیگه ریختن، دیگه به اون همون چیزهایی هم که میگن اعتقاد ندارن. این ولی فقی کوچولوهای روز به روز کم شدن. اما مسئله رو توجه داشته باشیم به نکته اساسی، و اون این هستش که قدرت شبکه جهانیست، خود مال این منطقه نیست. این سپاه پاسداران حدود 200 سرباز هست، سردار هستند، یعنی در واقع فرمانده هستند، که اینها خودشون رو بالاتر از خامنه‌ای میدونن و خامنه‌ای رو عروسک خیمه شب بازی خودشون کردن. اینها به شبکه بدترین شبکه مافیای نظامی و مواد مخدر دنیا وصلن و تمام این عوامل سرکوب و دستگاه های سرکوب، استراق سم و سانسور رو دارن و در واقع بیشتر روی اینها حساب میکنن تا نیروهاشون. نیروهاشون پهلوان پنبه ها دیگه مزدورایی هستن که میریزن. جنبش همگانی بشه، مردم مقاومتشون چیز بشه، میریزن. توی همه رژیم هایی که میل به تمامیت خواهی پیدا شده این گونه شده. موقعی که جنبش همگانی میشه اینجا هم خواهد شد. اینا میدونن اینو. توجه نکته دیگه ای رو که میخواستم به شما بگم، خبرایی که آمده در حوزه علمی قم دیگه اون افکار سنتی طرفدار نداره بین حوزه‌های جوان. اینا آمدن در واقع حوزه‌ها رو و مراکز تربیت جوانهای طلبه رو زیاد بکنن که همه جا رو ایدئولوژیک و نتیجه عکس داده. به این علت که دیگه اون اعتقادات نمیسازه. عین این اتفاق در رژیم‌های ایدئولوژیک هم افتاده. بنابراین و نکته دیگه که لازمه به اینجا توجه بکنیم اینه که بدنه سپاه پاسداران اکثرشون طرفدار منتظری هستن، نه علی خامنه ای. علی خامنه ای اصلا کسی قبول نداره توی خود این نیروهای نظامیشون. علی خامنه ای از روز اولی که اومده مشروعیت نداره، خودشون میگن مشروعیت نداره. این با تقلب اومد سر کار. به محض اینکه وصیت‌نامه خمینی رو باز کردن، گفت هر چیزی که شفاهی از من گفته باشه از من نیست. بنابراین باطل کردن تمام بازیای رهبر کردن این رو. همه هم اینو میدونن و بنابراین تره براش کسی تو خود همون رژیم خورده میکنه. اون مزدورا هستن، نمیدونم امت با قول خودشون داخل ملت هستن که میخورن بهشون، اونا منفعت دارن. به بعض این که احساس خطر کن، واسه همینه که خشونت زدایی مهمه. به اونا لابد نشون آقا ما جنگمون با سران رژیمه، با شما، شما جزء ما هستید، اشتباه میکنید، بیا طرف ما. ما میتونیم با شما گذاشت کنیم، ما میتونیم عفو عمومی بدیم. موقعی که ما عفو عمومی میدیم منظورم شما ها هستیم. بنابراین سرکوب نکن، کار بی جنایت نکشون که دیگه مجبور شیم مثلا مردمی قبول نکنن که شما رو ازتون بگذاریم از جنایاتون. خیلی ممنون، مرسی. ممنون از شما، ممنون از همه عزیزان، همکاران و شرکت کنندگان در این جلسه. من ختم جلسه ویژه سلام دوستان، خسته نباشی. من بعضی وقتا جلسه ها رو گوش میکنم، میبینم موضوع جلسه چیزیه ولی جلسه به بیراهه میره. یعنی اصلا اون مدیریت جلسه نظم نمیده به جلسه. الان جلسه ما امروز حق حیات و امنیت زندگیه، ولی اصلا راجع به اعدام صحبتی نشد، چون جز حق حیات جز اعدام هستش دیگه. یعنی الان بعد ما راجع به این قضایا صحبت میکردیم. امنیت زندگی هم همینطور. درسته بحث ما بحث اعتراضاته، ولی از این جهت نگاه کردن خیلی منطقی تره. ما به این دلیل میگیم حق اعتراض برای این قضیه. یعنی نگاهمون رو باید بیاریم تو این جهت. به سخنرانامون هم حتما باید یادآوری کنیم. دوستانی هم که میان سوال میکنن، مطرح میکنن، حرفی میزنن، من حتما خواهش میکنم به این قضیه رعایت بشه. حالا ممکنه یه جا ضرورت داشته باشه، یک ذهنیتی وجود داره راجبش یه کمی صحبت بشه، ولی نه اینکه تمام یه جلسه‌ای که مثلا یک ساعت یا دو ساعت هست فقط دنبال اون موضوعی باشه که در حاشیه اون جلسه است. ممنون میشم. حالا نه فقط شما، جلسات دیگه هم همینطور بوده متاسفانه، و سوالا اگر گاهی به انحراف داره میره، من خواهش میکنم که جلسه رو با موضوع خودش
نگه دارید، چون ما این جلسات ادامه دار هست دیگه، یعنی قرار نیست که قطع بشه، قرار دائم کار بشه و مرتب این موضوع ادامه داشته باشه. مرسی، ولی خسته نباشین. مرسی، حتی من خودم هم برام جالبه، صحبتهای خوبی میشنوم، سوالهای خوبی میشنوم، ولی خیلی دلم میخواد که تو موضوع باشیم، چون هر موضوع خودش میتونه یک ذهنیت رو یه جای نگه داره. وقتی همه بریم دنبال یک بحث دیگه، مثلا همش بحث اینه که آیا این رژیم میره، آیا رژیم میمونه، رژیم رو بندازیم، رژیم بندازیم، اون میفته، ما میفتیم، یعنی این بحثا رو بریم در یک جای دیگر که براش صحبت بکنیم بذاریم. مرسی، جلسه‌تون رو ادامه بدیم. ببخشید من نمیخواستم، ولی همچین چون دو سه روز دارم اذیت میشم دیگه. مرسی ازت. ممنون. پس با اجازه دوستان، من فصل جلسه ویژه کمیته هنر رو اعلام میکنم. لطفاً با ما بمونید و برنامه